سلام سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. همراه شما خواهیم بود در ساعت پیش رو در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا، چون پنج شنبه شبهای پیشین در این شماره از برنامه نیز نگاهی خواهیم داشت به اخبار ویژه از جمهوری فقیه، از جمهوری ولایت، آنچه که در جریان انتخابات حکومتی در ایران می‌گذرد، خواص و خاصیت های مختلف انتخابات ولایتی، دموکراسی اختراعی اولاد کوروش و داریوش و البته کمی هم علامه مجلسی، صندوق های رأی ملایان حکومتی در تهران و شهرهای دیگر و روستاها چه معجزه‌ای خواهند کرد. به امامزاده های انتخاباتی حکومتی میتوان دخیل بست و انتظار حل مشکلات رو داشت. در طول برنامه خبرهایی در این زمینه داریم که با هم مرور خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز خبر غم‌انگیز انفجار معدن، انفجار معدن و کشته شدن گروهی از کارگران معدن. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. و اما در آزاد شهر، در آزاد شهر معدن زغال سنگ منفجر شد. گروهی از کارگران، معدنچیان، زحمتکشانی که در معدن بودند جان باختند و بسیاری هم مجروح شدند. سخن یکی از معدنچیان جان به در برده از این قتلگاه رو با هم میشنویم. اینا که الان دارن میارن عبدالله شما، اینا یک کمکیه بس آدم دارن. اونا که کمکی بودن افتادن، اینا که داخل کارن هیچ کسی نمیده. اسکی اینا که آوردن بیرون همه کسی بودن گرفتن کمک کنن. اینا بس اینا که کسی نمیدن گرفتن کمک کنن. بعد امکانات ایمنی چی داشتی مدن؟ ایمنی هم داشت که چه اینطوری بشه. الان کپسول اکسیژن اینا دکوری علکی بی خودی. اگه ببین تو خودت میگی اگه ایمنی داشت چرا این اتفاق افتاد؟ اگه دبیدو هوا رو داشت چرا این اتفاق؟ فقط اینا بخش خصوصی درست کردن، بخش خصوصی مایش اینه. مایش اینه مردی فقط به فکر زغال و پوله، پول بگیره، به فکر جان من که نیست که. اعتراض هم داشتی نسبت به مسئول ایمینی جا؟ قبلا نسبت به ایمینی جا اعتراض هم کرده بودی به مسئولی؟ صد بار این اتفاق افتاده. نه اعتراض هم کرده بودی قبلا به یک مسئول بالادستی؟ بالادستی بله، گروه ایمنی، گروه اینا که مسئولی شیفتن بله، استاکانه بله. فرمانداری، استانداری چی؟ استانداری نه، فرمانداری اونش دیگه اطلاع ندارم. مدارکار اینا خب صحبت شده، اما خب برای اون برنامه نه، برای حقوق بوده. بله، یکی از معدنچیان جان به در برده در این رویداد بسیار بسیار غم انگیز. و ما این معدن متعلق به چه کسی بود؟ بخش خصوصی؟ کدام بخش خصوصی؟ بسیج مستضعفان، شمارداران ولایت، شمارداران فقیه، گزمه‌های حکومتی، صاحبان معدن، معدن زغال سنگ بدون هیچ ایمنی کافی و لازم. نتیجه جان باختن ناناوران سفره‌های کم رونق بسیاری از کارگران زحمت کش. به مجروحان چه کسانی و چه کسی خواهد رسید؟ بسیج مستضعفان، صاحب معدن، سرمایه های ملی مردم ایران. و ما آن سوتر از معدن آزادشهر یک هموطن دیگه سخن و درد دل او رو میشنویم در جمهوری اسلامی حکومت فقیه. با هم تماشا می‌کنیم. من الان 3 ساله به بچم قول دادم برات تو چرخه میخرم، تو قبول بشی من میخرم. دروغگو شدم 3 سال، میگه بابا کار میکنه، میگم تو برو دعا کن بکن. میگه بابا من همیشه بینم جلو مسجد اذان میگه من دعا میکنم، ولی شرمنده‌ام نیست.
همه مورن جلیم نم من چیزی نمیخوایم که کار بکنیم کار کنیم ما نابود شدیم زیر پا ما آه میکشیم پیغمبر فرمودی زحمت بکش آه نکش مرد مگه گریه میکنه من تو این همه همشهری من گریه میکنم من 7-8 سال لباس نو نپوشیدم خدا خود شاهده ولی خب بس که این چیزا رو نمیفهمی که اون روز دیگه من خودم زنگ زدم به مادرم گفت به مرتضی من صحبت کنم خب مرتضی غر کرده میگه بابا دروغگویه 3 سال به من قول داده که دو چرخ نمیخره توقع زیادی است من فکر کنم برای کار برای اینکه بتونه برای فرزندش دوچرخه بخره البته یک نکته این وسط هست من به این هموطن نازنین و ارجمند این نکته رو یادآوری کنم ما باید یه مقداری هم به فکر آخرت باشیم یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه قرار باشه شما و عزیزان دیگه برای بچه هاشون دوچرخه بخرن خب علمای ما برای آقازاده هاشون از کجا بیارن پورشه بخرن لامبورگینی و بقیه ماشین ها خب اون وقت اگر این بشه برای شما دوچرخه بخرن برای بچه نازنین شما فرزند نازنین شما و بقیه دوچرخه بخرن یه مقداری باید به فکر آخرت بود فردا سر پل و سرات یقه شما رو گرفتن این کار درستی بود شما کردی امکانات علمای ما رو مسئولان حکومت فقیه رو نخستین حکومت الله بر زمین رو شما ازشون گرفتید برای دوچرخه بچه تو و اونها نمایندگان الله بر زمین نتونستن برای بچه هاشون پورشه بگیرن ما چه خواهید گفت اون موقع بهتره یا الان اینا رو توضیح بدید به فرزندانتون شما تنها نیستین هزاران هزار مثل شما هستن اسیر وسوسه‌های شیطانی نشید اسیر وسوسه‌های امپریالیسم و استکبار و دشمن نشید به فکر آخرت باشید من باید به شما بگم با شما عزیزان خواهیم بود و چند خبر در ادامه تفسیر خبر تا لحظاتی دیگر قبل از اینکه برسیم به بخش انتخابات ولایتی این چند خبر دارم مایل هستم با شما در میون بگذارم در بخش نخست خبری یکی اینکه یک جشن در تهران برگزار شده بود آقای شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام آقای حسن روحانی یا دکتر پرزیدنت شیخ میشه همه جور خوند و القاب است دیگه این انعطاف پذیری روحانیت ما همین هست که میشه جابجا کرد القابشون جشن خودکفایی بنزین ببخشید گفتم در تهران در بندرعباس بود به خودکفایی بنزین ما رسیدیم جشن واقعا هم جشن داره یعنی ما با مشت و لگدی که زدیم از طریق انقلاب دهان این و اون 37-8 سال خب مدت های مدیدی بود ما بنزین وارد میکردیم کشور نفخیز ایران پالایشگاهی که داشت حالا در موارد اضطراری اگر پیش از انقلاب وارد میکردیم خب این کار استکبار بود ولی استکبار ما بیرون کردیم و بقیه ماجراها که همه تون میدونین به خصوص نسل من و این شد که خب الان خوشبختانه رسیدیم به خودکفایی بنزین اینی که حجت الاسلام پرزیدنت رفته و در بندرعباس این خودکفایی رو جشن گرفته اینجا هم آمریکایی‌ها بیت بیت لرزیدن و به هر حال به زانو در اومدن و بقیه شرکت‌های چند ملیتی نفتی هم همه به زانو در اومدن ایران از نظر بنزین خودکفا شد راست و دروغش هم دیگه
مسئولش خود حجت الاسلام هست. یک خبر دیگه هم ما داریم، قاچاق خاکای مرتعی و جنگلی جرم است. نمیدونستیم ما این آقای دکتر مسعود منصور در یک برنامه معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها هست، ایشون اعلام کرده قاچاق خاک به ویژه در جنوب کشور و جزیره هرمز اینها گفته بسیار جرم سنگینی است. یعنی که اوایل بعد از انقلاب بوده که دوستان گفتین انقلابیونی که اومدن سر کار روحانیتی که آمده در سر کار از بس وارسته و اینا هست، روزی خواهد رسید که حتی کوه البرز رو هم خواهند فروخت. خب البته یک شوخی با نمکی بود، کنایه با نمکی بود، ولی عملا داره به همون جا میرسه. این پیشبینی این دوست نقطه سنج ما ظاهرا داره درست میشه. خاک چیزی که هست خاکه، حالا چرا فروختن جرم هست؟ فروختن انسان و اینها ولی خب نه، جرم نیست. بچه ها کودکانی که خرید و فروش میشن در دروازه قار، اونا شاید هم مباهه، من اطلاع شرعی دقیقی ندارم. در اینجا خاکه که جرمه، مرتعه و جنگل و اینها هم که خب بریدن و به جاش برج ساختن و اینا زیاد مسئله مهمی نیست. حتی رهبری هم گفته این کارو نکنید بده، ولی خب متاسفانه یک سری عوامل دشمن هستن و گوش نمیدن. یکی از اختراعات تازه ما امت همیشه در صحنه و هر از چنگایی هم هاج و واج این هستش که آمدن و کشف کردن که میشه هندونه رو یا به طرز عالمانش هندوانه رو با استفاده از پودرهای بهداشتی که برای شستن به اصطلاح ظرف و ظروف به کار میره یا پودرهای بهداشتی دیگه‌ای آمدن و این رو بزرگترش میکنن. حالا جای دیگه هست هورمون میدن و زیر نظر سازمان ها و نهادهای ویژه هست که شاید، ولی در ایران خب راه میونه رو زنن، پودرهای بهداشتی هست. به هر حال این یک اختراع هست. باز یکی از مسئولان جمهوری اسلامی گفته که این کار جالبی نیست، خوب نیست. به هر حال اختراع دیگه، شما زیاد سخت نگیرید. مگر اون هندونه یا بقیه سبزیجات و بقیه سیفی کاری های اطراف ورامین هم این مشکلات خودشو داره، ولی امت میخوره و دعا به جون امام حاضر در صحنه میکنه، ولی البته یک کمی از صحنه بالاتر نشسته، شفیع فلسطینی و این هم که هست. آقای علوی وزیر اطلاعات محمود علوی آمده گفته این داستان دو ملیتی ها که گفتن در حکومت هست و ایشون اومده گفته خیر، ما یه لیستی که تهیه شده بود قوه قضاییه یا هر کس دیگه اینو بررسی کردیم، 53 نفر اقامت دارن نه تابعیت و گرین کارت هم تابعیت نیست که نیست، بله بعدش بله بعد چند سال میشه، و گفته که این اخبار رو منتشر نکنید. چرا؟ این نکتهش مهم هست. گفته به اعتماد عمومی ضرر میزنه. این کاملا درسته. یعنی اینکه اعتماد عمومی الان اینقدر عمومی هست و اینقدر محکم هست به حکومت و مسئولان و حکومت، این اخبار ضرر میزنه دیگه. چرا این کار میکنه؟ من شاید در یه برنامه گفتم در جایی بودیم استاد محیط طباطبایی، کسی گفت جناب استاد اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنن، این جمله ای که بسیار شنیدید ولی به معنی بلافاصله احتمالا به ذهن بسیاری نخواهد رسوند و اون موقع هم برای من هم همینطور بود. استاد محیط طباطبایی در جواب اینکه اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنه بلافاصله گفت که ولی ضرر میزنه. این هم اعتماد عمومی، لطفا ضرر نزنید. با شما عزیزان خواهیم بود و اعتماد عمومی تا لحظاتی دیگر. خب خاطر مبارکتون هست که انتخابات پیشین هم بود که آمدند و گفتند بسیاری از مسئولان و در رأس اونا رهبری جمهوری اسلامی که همه بیاد پای صندوق‌های رأی بدید، حتی کسانی که مخالف نظام هستید
و مشکل دارید با نظام بیاید، لازم است بیاید. و این دعوت بسیار عجیب و جالبی بود که تنها حکومتی در جهان بود که از رهبران، از مخالفانش هم میخواست که برن به آنچه که مخالف هم هستن رأی بدن. به هر حال در این دموکراسی اختراعی ما حرفای بسیاری زده شده، از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ولایت آمده و گفته که این برجام و اینی که آمریکایی‌ها اومدن پای میز مذاکره به خاطر این کار و اون کار و اینها نبوده، به خاطر این بوده که شما رفتین پای صندوق‌های رأی دادید. این هم از اون حرف و از حرفای بسیار دیگه. اما این انتخابات به هر حال من به شما بگم، این اختراعی که ما کردیم، بارها گفتم تاکید کردم با که اختراع ما ایرانی‌ها، این نوع دموکراسی اختراعی بسیار اختراع جالب توجهی هست از زمان مرحوم افلاطون، روانشاد افلاطون و بقیه که درباره دموکراسی سنگ بناها رو اونها گذاشتن تا به امروز رسیدیم، چون دموکراسی دیده نشده. حتی پیش از افلاطون هم اگه بخوایم بریم، مرحوم آدم ابوالبشر هم چون دموکراسی ندیده، چون مزایای بسیاری داره. انتخاب بین بد و بدتر بوده، الان هم داریم کم کم می‌رسیم بین بد و بدتر و نبدتر، همه اینا هست. در این انتخابات هم خوب استکبار و غیر استکبار و شرق و غرب و سماوات و همه جا کهکشان ها و اینا بیکار ننشستن، فوته دارن میکنن، همه دشمن، از جمله دشمنان داخلی یا عوامل استکبار در داخل کشور، فرستادگان CIA. میبینیم بخشی از اونها رو. این شهردار مگه نیومده خدمت گذار مردم باشه؟ برای جیبشون خدمت میکنن، دزد واقعی هن، کاری نداره برای بپرسیم ببینیم به چی خدمت کردن. دیگه دستشون برای همه رو شده، چطور نداری که من متقلبن دیگه. خب این اتهامات اتهامات درستی نیست، دزد واقعی هن، متقلبن. این راجب مسئولان حکومت ایران قطعا نیست، احتمالا راجب مسئولان فرانسوی است که اونا هم انتخاباتشون روز یک شنبه است در فرانسه. نه راجب انتخابات ایران، مسئولان حکومت ایران دزد واقعی متقلب ابدا. میشنویم گوشه دیگه. عوضی که بیان دست ملت رو بگیرم، پای ملت هم میگیرم، با سر میکنن زمین. من نوعی، من خودم همسال خودم خیلی توی مسئله میمیل زیاده، پیره مرد پیره زن همه جوره متعلقه، همه جوره هستن، ولی دستشون به هیچ جا نمیرسه. انقدر ما تجمع کردیم این سن اون سن، هیچ کدوم انگار همه مسئولین گوشاشونو گرفتن نشستن برای تماشا چی هم. بله گفتم مزخرفه، وقتی که کسی که خودش کاخهای فلانی فلانجا داره، ویلاهای آنچنانی داره، نمیدونم لندکروز فلان قیمت زیر پاشه، معلومه ماها رو درک نمی کنه، معلومه باید مسئله مهر مزخرف بدونه. چرا دروغ میگن؟ چرا همیشه یه داستان واسه این ملت درست میکنن؟ چرا ضعیف کشی میکنن؟ چرا قشر ضعیف باید همیشه لگد مال بشن؟ ملت ما، این جامعه ما، مملکت ما شده سرمایه داری، دیگه قشر ضعیف نمیتونن زندگی کنن. من نفهمیدم این چه نوع اعتراض، این اعتراض به چی هست؟ این توقع برای چی هست؟ روحانیت به جایی که دست مردم رو بگیره، پای مردم میگیره میزنه به زمین، به دیوار میزنه، حق داره، چرا نزنه؟ چه کسی بهتر از روحانیت؟ مرحوم آل احمد گفته که من المهد الالحد، همه اختیار ما دست روحانیته، دست ولی فقیه. لابد برای آگاه شدن، تنبه هرچه که هست این کار میکنه. حالا البته شما به عنوان سمبولیک و نمادین فرمود این بانوی گرامی، و بعد این تهمت ها که کاخ نشین هستن و درد مردم رو نمیفهمن، این سخنان استکباری خیلی بعید هست، خیلی بعید هست. وقتی که خود رهبری حتی تأکید کرده امکانات رفاهی مملکت جوری هست که میشه تا 150 میلیون جمعیت برسه، جمعیت ایران، گوینده لا اله الا الله به قول علما، حالا بعضیاشون هم نگفتن، ولی میتونیم، ما امکانات داریم و امکانات بهشون میدیم. حالا خودشون در ویلاهای میشینن که میشینن، برای اینکه اگه نشینن یعنی بیستن چه کار کنن؟ نه، این انتقاد درستی نیست.
به جای دست مردم بگیرم پای مردم میگیرم و به دیوار و به زمین میزنم. علما هستن، اختیاردار هستن. ولی فقیه هست، اختیاردار علما هست. همینه که به هیچ کس هم نباید جواب بده به جز خداوند. اونم میل خودش هست، اگر خواست جواب میده، نخواست نمیده. به این میگن دموکراسی. بعدی رو میشنویم. چی بگم؟ چی بگم؟ اگه پخش کنن چی بگم؟ ولی امیدوارم این پخش بشه. پخش نمیشه. اگه پخش میکنی من این چیزا رو بگم. اگه پخش میکنی بخواد سانسور بشه که من حرفی نزنم کله. وقتی یه چیزی نداریم اصلا شما هم نباید در رابطه با اون گزارش تهیه کنیم. ما اختفاد نداریم اصلا. چیزی که عیان است، شاهجت و بیان است. گرونی که هستش، کمبود زیاده، اقتصاد خرابه. دردی ندارم، من مرفه بی دردم. والله من دردی ندارم. خیلی خوبه، خوب. آخه پول نیست الحمدلله. آخه کسی میشه تو ایران الان وضعیت اقتصادی رو ندونه؟ شما نمیدونی؟ خب مردم هم میدونن، مطمئن باش. هر سالی هم حتی گرونی هم بود، بحث این بود که یه درصد یه کاری میشد، یه درآمدی بود، ولی الان هیچی نیستش. دولت داره آقای نوبخ میگردونیه. لواش شده اینقدر، بربری شده فلانقدر، برنج شده نزدیک 9 تومن. راجبه چی بود؟ من اینجا اومدم بسات رسیدم. اقتصادی عالیه، ما راضی هستیم داداش. با اجدان ما راضی هستیم، نون چمونو در میاریم. خدا رو چون خاک بر سر خرید کنم. ببخشین دور بین خدم شد. بله دیدید که بسیاری از سخنانی که شنیدید سخنان استکباری است. این هموطن عزیز همیشه در صحنه هم که دیدید داشت اظهار رضایت میکرد، واقعیت میگفت که عوامل استکبار از اون پشت لگدی نثار ایشون کردن که کار درستی اصلا نیست، هرچند که عوامل استکبار هستن. اینها همه معنی داره، باید دقت کنید. انتخابات هست و فریب دشمن رو چی نخورید. از کنار این صفایی که هست، حرفایی که هست، سخنانی که هست، هر چه که هست، صفا رو که اشاره میکنم، صفای هر چه که هست، گوشت، هر چه که هست، به راحتی بگذارید. کارهایی شده در این مملکت که شما دقت نمی کنید. من یک مثال برای شما بزنم. یکی از کارهای عظیم که شده در این مملکت، شما الان فقط وجه گرونی رو می بینید، وجه معنوی گرونی رو نمی بینید. شما زحمت شما رو مسئولان ما این همه کم کردن، خود بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی اوایل میگفت اقتصاد مال چهار پایانه، بی اساس نمیگفت. معنویت عظیمی در این سخن بود. مثال برای شما میزنم. یک کاغذ و قلم اگه در دستتون هست بردارید و این مثال رو به دقت توجه کنید. یک مثال اقتصاد. شما الان برای خریدن یک کیلو گوشت حدود بین 32,000 تا 45,000 تومان میدید. درست؟ فرض کنید پیش از انقلاب میخواستید یک کیلو گوشت بخرید. فرض نمیخواد. تصور. خب با یک کیلو گوشت 10 تومان بود. شما با این حدود 40,000 تومان حساب کنید. میدونید چقدر چند گوسفند باید میخریدید؟ با 40,000 تومن هر گوسفندی به طور متوسط، البته گوسفند داریم تا گوسفند، گوسفندهای قبل از انقلاب داریم، بعد از انقلاب داریم، گوسفندها هم قیمتشون فرق و تفاوتهای زیادی هم داره. این هستش که اون موقع حدود 200 تومن خودتون ضرب تقسیم کنین. خب یه گله، دو گله، سه گله گوسفند باید میخرید با 40,000 تومن. چه کارش باید میکرد؟ جا داشتی؟ اگه خونه داشتی تو حیاتش هم نمیتونستین 200-300 تا گوسفند نگه دارید. نگهداریشون چطوری بود؟ آپارتمان داشتین که ابدا با آسانسور اینا که نمیشد گوسفند و 200-300 گوسفند رو ببرید بالا. نگهداری این همه گوسفند که باید میخریدی با 40,000 رو برای شما همه زحمات رو کم کردن. 40,000 تومان میبرید، خیلی ترتمیز یک کیلو گوشت میخرید. یک کیلو راحت. نه درد سری، نه زحمتی،
نه بگردید 300 تا گوسفند از کجا پیدا کنید و و و و و این مشکلات همه اینا رو برای شما کم کردن شد یک کیلو خیلی ترتمیز میارید خونه، حالا هر کاریش کردید، آب گوش درست کردید، گیاه خارید اصلا برای نخوردید، هر کاریش کردید نکردید، از این بهتر. این کارای عظیم برای شما شده و شما قد ناشناس هستید، پول ندارید دیگه، این مسئله خود شماست دیگه. تو چه اونو که دیگه قرار نیست که مسئولان زحمتشو بکشن، اون یه مسئله دیگه است، مسئله خود شماست. به این نکات توجه کنید، حتما توجه کنید، مسئله بسیار مهمی هست این نکات. به معنویات اقتصاد توجه کنید، شعرهای ما هم بی خود نگفتن، اگه پول ندارید خوب میتونید همون گفتن دیگه، تن رها کن تا نخواهی پیرهن، اندرون از طعام خالی داد تا چی؟ پادران نور معرفت بینی. حالا علمای ما اندرون که هیچ، اندر بیرونشون هم که میبینید چجوری هست، اون دیگه به خودشون مربوط، اونا نور معرفت رو یه جور دیگه تأمین میکنن، از یه جای دیگه موتور خصوصی دارن، مثل برق دیگه. نور معرفت فکر میکنن چجور نوریست، برق میگه خب موتور داری اونو میزن، اونا اونجوری تأمین میکنن، نگران اون نباشی. شما اندرون چی؟ از طعام خالی داد تا در آن چی؟ نور معرفت بینی. همه اینا فکر شده است، حساب شده است، معنویات که امام خمینی بیهوده نگو. اقتصاد مال چهارپایی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات. و ما باز یک سری اخبار انتخاباتی برای شما عزیزان داریم. آمدن و گفتن دبیر کل جبهه پایداری مرتضی آقا تهرانی آمده گفته که ساله اگر برای اسلحه کنار نرود خائن است. این ساله و اسلحه خیش نمودن نیست، یه داستان دیگه است. ساله اگر برای اسلحه کنار نرود، خب این شوخی نیست. میگه گفته که ما در بیانیه هم منتشر کردیم، در زمان منتشر خواهیم کرد و در زمان مناسب فرد اصلی رو با صدور بیانیه معرفی خواهیم کرد، که ظاهرا این کار کرده که فرد اصلی همین ابراهیم رئیسی این جبهه پایداری، همشون اصلی هم یه خود فروتنی کردن، یه خود برخیشون اصلی ترن دیگه. ببینید درستم هست، شاید هم همین فرد اصلح باید هم همین رئیسی باشه. این دموکراسی اختراعی که من گفتم و باید منتشو بر سر همه عالم و آدم بگذاریم، از آدم ابوالبشر گرفته تا همین فرانسوی ها که یک شنبه قراره برن پای صندوق های رای، خواص بسیار داره. یکی از این خواصش اینه که میان این اصلح رو انتخاب میکنن و بعد میفرستن اون وسط، رهبری و بقیه هم پشت سرش وامیستن، 4 سال بعد 8 سال بعد دیگه یارو تاریخ مصرفش تموم میشه دیگه، اصلا که نیست چی، ساله نیست که هیچی، و دیگه طرف های این صحبت ها نباید بگردی. مثل احمدی نژاد، مثل اون یکی بابا محمد خاتمی، مثل اون یکی باباتر هاشمی رفسنجانی و بقیه، اولیشون هم که آقای بنی صدر بود که همون امام آقای بنی صدر و بقیه ایشون رو فراری داد و ناچار به ترک کشور شد. حالا فرار کلمه چندان درستی شاید نباشه برای یک رئیس جمهور به قول خودشون منتخب مردم. برحال این یکی از خواص این جمهوری هست، این دموکراسی مندرآوردی هست. اما چرا این اصلح‌تره بذارید بگید، حالا که هرکی هست کلماتو هر کی هر جوری میخواد استفاده میکنم، اصلح تر هم میشه گفتی لابد. در حال خب باید ببینیم معیارها چی هست.
اینا دیگه این لوس بازیایی که این ور اون ور در میاره، مثل این آمریکا و فرانسه و اینا، مثلا رفتن مثلا فرض کنین فیون رو مثلا گفتن یه کاری کرده، مثلا زن و بچه‌شو استخدام کرده، حقوقای زیادی بهشون داده، کار نمی‌کردن و اینا، بنابراین تو سرش خورده از انتخابات کنار رفته. این لوس بازیای دموکراسیای لوس چیز هستن، میشناسیم دیگه، اصلا گفتن نداره. ما نه، ما معیارمون خیلی چیزای دیگه است. اصلا کیه؟ اونی که به ضوابط انقلابی وفادار باشه، پیرو خط امام باشه، انقلابی باشه، این باشد، آن باشد، بسیجی باشد، همه اینا باشد. یعنی چی؟ یعنی چند تا آدم کشت. اون چیزی که بهش میگفتن یه زمانی بیت المال چون وجود داشت، بیکارش کردی، چقدرشو شریک شدی و بقیه این مسئله معنی نداره. مثلا خب حالا بابا شیخ پرزیدنت اومد 4 سال بوده، ولی خب بالاخره با ضوابط انقلابی برای دست داشته، رئیس شورای امنیت بوده، فرمان حمله داده بوده، حمله انقلابی به تظاهراتی مختلف در ایران، در تهران و جاهای دیگه، و همه این کارها رو کرده، حتی پیشنهاد کرده، پیشنهاد انقلابی مطلبی، همه اینها که بیاید، اینهایی که به اصطلاح به گفته ایشون شورش میکنن علیه نظام و اینا، بیاین در ملأ عام در نمازهای جمعه به دار بزنید، مستقیم و غیر مستقیم دست داشته در قتل و کشتاری که بوده، ولی خب تعدادش چند تا بوده. قالیباف هم همینطور، بقیه هم همینطور. اون آقای میرسلیم که به قول قدما داره یه کارایی میکنه برای خودش، میگفتن حالا هرچه عنوانی بشه، فرانشون هم کم سهیم نبوده دیگه، اونه یک جزئی، ولی یک جزئه در یک مجموعه. این وسط با رکورد بالای 3000 کشته، حداقل 3000، اسلحه که هیچ، اسلحه تر هم هست. آقای روحانی درسته، آقای پور محمدی حجت الاسلام و المسلمین، آقای پور محمدی رو، مصطفی پور محمدی رو برداشت برده تو کابینش برای اینکه کابینه انقلابی تر بشه دیگه، ولی اینم مثل اینکه کفاف نمیده. برای این جبهه پایداری توصیه‌ای که کرده، توصیه قابل تأمل و توجهی هست، باید به اسلحه رأی بدین، اصلا بر اساس چی؟ ضوابط جمهوری اسلامی. این خبر رو در یکی از شماره‌های دیگه تفسیر خبر من بهش مروری کردیم، یه نگاهی داشتیم این خبر. آقای اسدالله بادامچیان عضو ارشد حزب مؤتلف اسلامی اومده گفته دوره رأی با کیک و ساندیس گذشت. یعنی هیچ امیدی نیست؟ گذشت؟ امیدوارم اینطور نباشه، پس ما برای چی بریم رأی بدیم؟ کیک و ساندیس و اینام نباشه؟ ولی احتمالاً همون آش و گوشت که عزیزی هم از این اصطلاحی که من به کار بردم بسیار خوشحال شده بود، ما بختیاری ها بیشتر اینو به کار میبریم، شاید اون نگذشته باشه، کیک و ساندیس گذشت. ساندیس رو ما برای موارد دیگه هم استفاده میکنم، راه پیمایی و این هاست، برای انتخابات شاید باید چیزهای گرونتری داد، نمیدونم. این هم خبری هست، دوران کیک و ساندیس گذشت. و اما آقای رحمت الله حافظی آمدن یک سخنرانی داشتن در دانشگاه شیراز، گفتن که از بالا به ما زنگ میزنن به کی رأی بدیم به کی رأی ندیم، از مسئولان هستن، کارگزاران این ور اون ور، به کی رأی بدیم و به کی رأی ندیم. پس میخواستن از کجا زنگ میزنن؟ از بالا زنگ میزنن، این توجه ندارن. این برخی از این مسئولان، کارگزاران مستقیم و غیر مستقیم توجه ندارن که بالاخره از یه جایی باید زنگ بزنن دیگه، از چه کسی از بالا بهتر؟ حالا منظورشون بیت رهبری هست و اینا. وقتی که قرار تمام از من المهد الی اللحد دست روحانیت باشه، روحانیت این وسط حق نداره زنگ بزنه کیو بفرستین کیو نفرستین، چون زحمت شما رو هم کم میکنن، زحمت بقیه رو هم کم میکنن.
حالا برن تحقیق و تفحص کنن و از این کارها و از این لوسبازی ها که کی چه کاره بوده چه کاره نبوده و اینها، درست نیست. این نه، این نپسندیدم. یک گزارشی هم داشتیم از خبرگزاری دانشجویی، اسم گزارش عنوانش هست راستی آزمایی برخی مطالب مطرح شده در مناظره ها. گفته کارشناسان و دستگاه‌های مختلف کشور برخی مطالب مطرح شده از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره اخیر را تکذیب کردند. این کارشناسان و دستگاه‌ها، ما یه سری همکلاسی‌هایی داشتیم همه ما که وقتی انشا می‌نوشتن مثلا می‌گفتن یکی از بزرگان می‌گوید، بعد خودشون هر چی می‌خواستن می‌گفتن. حالا یا باید می‌رفتین یکی از بزرگان رو پیدا می‌کردین یا ثابت میکردیم که خود این همکلاسی ما یکی از بزرگان نیست. خب من یه همکلاسی داشتم که اینو بسیار استفاده میکرد، یه بارم داشت تقلب میکرد، کلاس پنجم دبستان بودیم، به حساب بود چی بود، معلممون گفت این چه تقلب میکنی؟ گفت نه تقلب نمیکنم. گفت من خودم دیدم داشتی چیز میکنی. گفت دیدن کی بود مانند شنیدن. به هر حال اینم خاطره بود. حالا این هم همین شد. یه کارشناسان دستگاه‌های مختلف کشور، دستگاه‌های مختلف کشور منظور دستگاه ماهور و بیات ترک و اینها نیست، افشار و اینها نیست، آمده و درباره مناظره این دقت بفرمایید بسیار نکات مهمی داره از نظر اقتصادی، که چیز مهمی هم نیست البته اقتصاد. گفتی یکی از نامزدها از قاچاق 20 میلیارد دلاری سخن گفت، در حالی که حجم قاچاق اکنون به 12 تا 13 میلیارد دلار رسیده است. خود قاچاق مهم نیست، حجمش میگه اون 20 میلیارد نیست، 13 میلیارده. به ادعای یک نامزد جمعیت آشین نشین به 16 میلیون رسیده است، در حالی که آمار رسمی از حدود 12 تا 13 میلیون نفر جمعیت آشین نشین در کشور حکایت دارد. خیلی خوب حکایت دارد. 13 میلیونه چیز مهمی نیست، 13 میلیون هاشین نشین برای کشور 80 میلیونی رهبری روحانیت. اساسا من فکر میکنم بیایم یه جور دیگه نگاه کنیم. هاشین نشینی چیز بدی نیست، یه دایره ای داریم ما، حکومت و کارگزارانش و مخلفاتش و مداحانش و قاریان قرآنش و مدرسان قرآن و همه اینها با هم. بیرون از این دایره هم خودی غیر خودی اون بقیه حاشیه نشینن، خیلی عرفانی با هم دیگه داریم زندگی میکنیم دیگه. خودی حاشیه نشین، حاشیه نشین خودی حل میشه دیگه. این آمار و اینها، این کارهای لوسبازی، حالا 16 میلیون 13 میلیون 16 میلیون نیست و اینا، دیگه همچی گرفتاری ها نیست. 3 میلیون هم که چیز مهمی نیست، بقیه اصلا حاشیه نشین. گاهی وقتا هم که لازم داریم ساندیسی چیزی اینجوری میگیریم میاریمشون تو دایره، میگیم رای تو بنداز برو هم کار خودتو بکن تو همه حاشیه، هر کاری میکنی بکن. این راه حلی من میدم، ولی متاسفانه هیچ خبری نیست از اجرای این راه حل ها. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. چند خبر دیگه من دارم برای شما عزیزان. آقای محسنی اژه‌ای که اومده و گفته، از مسئولان قضایی ولایت آمده و خبر اینو منتشر کردن که از منزل یکی از وزرای حکومتی که ظاهرا آقای فخرالدین دانش آشتیانی هست، وزیر آموزش پرورش، لباس قاچاق کشف شده. بعدن جزئیاتش که منتشر شده اینه که ایشون دخترشون بوتیک دارن و به طور قاچاق از ایتالیا وارد کردن و بدون پرداختن گمرک.
برای این حجم قاچاق اون 16 میلیون چقدر بود؟ گفته بودم 20 میلیون میلیارد دلار قاچاق هست. فعلا یه رقمش کش شد. بقیه شد دیگه خود شما حاشیه نشین ها برید و کش کنید. چرا چون این هست؟ چرا به اصطلاح حالا همین یکی اومدن علنی کردن؟ خود شما دیگه بهتر از من میدونید داستان چی هست. اون شعر معروف هم حتما به ذهنتون رسیده، گر حکم شود که قاچاق گیرن در شهر هر آن که هست گیرن، یعنی در همون حکومت و هر چه که هست. رئیس سازمان بسیج آمده و گفته، بسیج که خاطرتون هست معدن آزاد شد، آمده و گفته در عرصه فضای مجازی نباید خوشخیال باشیم. نه نباید باشیم، منم همینو میگم، اصلا نباید خوشخیال باشه. من ضامن که دیگه مردم هم کسانی که میبینن این برنامه رو خوشخیال نخواهند بود، چون گفته اونجا دشمن اونجا هست و میدان بیرحمی هست و میدان جنگ نرم. برای کار از محکم کاری اب نکنه، من مشغول زامن شما اینا رو رعایت کنیم، من وگرنه وقتی اونو نباید هدر بدیم. این خبرها رو من برای اینکه قصد هدایت شما رو دارم، من به فکر فردای شما هستم. متاسفانه روحانیون ما که الان مشغول کارهای مهمتری هستن، جنگ با دشمن هستن، اینه که من باید برای شما روزه بخونم، به فکر قیامتتون باشم، نکیر منکرتون باشم، صحرای محشر باشیم، پر سرات و بقیه اینها، اینه که به شما اینها رو من میخونم، اینه که یکم هدایت بشین و این کارها رو نکن. نباید در عرصه فضای مجازی خوشخیال باشید مبادا. بعدش هم از من قبول نمیکنه آیه علم الهدا فضای مجازی رو دشمن کنترل میکنن دیگه، حرف از این روشنتر. دشمن من میبینم اینجا نشستن از همینجا مرتب دارن فضای مجازی رو کنترل میکنن. شما رو میخوام برگردید به هم، میخوام بیارن تو فضای مجازی، چون اون فضای حقیقی که وجود داره اونجا داره بهتون خوش میگذره، اون وقت موندگار میشید. نمیگه میانن شما دشمن میخواد شما رو بیاره تو فضای مجازی. روحانیت هم از اون میکشه، کجا دارید میرید باشید، همینجا دارید با هم هستیم، داره خوش میگذره اینها، بنابراین بمونید در همون فضای حقیقی. این چیزیست که روحانیت که میدونه خیرخواه شماست و میخواد. این یکی هم که آقای مکارم شیرازی، اینم هم همون حرف میزنه، هجوم فرهنگ غرب از طریق دانشگاه در کشور تاثیرگذار است. اینم حرفیشون. برحال خبرها از این نظرها بسیار هست و چرخ فرهنگی زندگی فرهنگیان میلنگد. معلمان باید مرفه ترین افراد جامعه باشند. این رو هم خانم الهه راستگو گفتن، رئیس کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران. عنوانا گفتم اینقدر چرخ زندان. معلمان باید مرفه تر باشن. الان گروه از معلمان بسیار مرفه در زندان، در رفاه کامل. رفاه از این بیشتر، بسیار از معلمان قبلا رفتن از این رفاه برخوردار شدن، اومدن و چرخ زندگی فرهنگی ها نه نمی لنگه. بسیار مرفه. ما باید به وظایف اصلیمون برسیم. بسیج و نیروهای انقلابی چه باید بکنن؟ معدنداری، بقیه کارها، نفت، همه اینا رو انجام میدیم. برای چی؟ هدف داریم. میشنویم از آقای عباسی، تئوریسین ولایت فقیه و از سخنگویان حکومت ولایت مدار. ما این نکته رو در نظر بگیرید، ما اعلام کردیم، بازم تکرار میکنیم، تا این حال سعود رو جمع نکنیم، تا رژیم صهیونیستی رو در 25 سال آینده بسازش نرسیم به هم، تا آمریکا رو تبدیل به جمهوری اسلامی نکنیم، بله ول نخواهیم کرد. این کاخ سفید، من بارها از این کنار کاخ سفید رد میشه، میبینید درست میگه این عباسی، جون میده برای حسینی، یعنی مجسم کنید اینجا اصلا در خیابان پنسیلوانیا و جاهای دیگه اطراف کاخ سفید دسته سینه زنی، در نیویورک راه افتاده دسته سینه زنی. کم کم سازمان ملل هم بد نیست، یعنی اونجا میشه، حالا اون یه داستان دیگه است.
ولی کاخ سفید خیلی تا اونجا تبدیل به حسینیه نشه دست بر نمیداریم. آقای عباسی داره میگه اینجا هم جمهوری اسلامیه، اونجا یه جور فدراله دیگه، مثلا میشه جمهوری اسلامی تگزاس، علم الهدا رو میشه مثلا فرستاد اونجا، کسای دیگه. حالا تولید که ما کم نداریم، هم کم داشته باشیم از این علما که به چین سفارش میدیم کلی برامون میسازه، اینو بارها من گفتم میفرسته. یعنی خوشبختانه از این بابت هیچ نگرانی وجود نداره. یعنی جمهوری اسلامی آمریکا و بعد ایالت‌های مختلف، امام جمعه ها، کاخ سفید، هیئت، قرش، سینه‌زنی، زنجیرزنی، غمزنی، همه اینا رو دست بردار نخواهیم بود. آقای عباسی گفته دیگه. معدن و نفت و بقیه کارام که تو ایران داریم میکنیم برای همینه که بیاین و یه همچی کارهایی بود. در حضرت دیگه به پیام های شما عزیزان. سلام خدمت آقای جمشید چرانگی عزیز. تشکر میکنم از اجرای بسیار موفق و خوب شما در برنامه‌های وزین تفسیر خبر، به خصوص اجرای شما در برنامه تفسیر خبر پنجشنبه ها. چقدر جالب و با اجرای بسیار خوب و تسلط قابل ستایش این برنامه رو اجرا میکنید. حیف که هفته گذشته برنامه پنجشنبه شما اجرا نشد و من و خانواده‌ام بسیار آزرده شدیم، اما به هر حال ما هیچ وقت برنامه تفسیر خبر با اجرای شما را از دست نمی‌دهیم و همواره آن را تماشا می‌کنیم. موفق و معید باشید. سپاسگزار هستم از شما دوست عزیز، هموطن گرامی در هر کجا که هستید. با سلام به شما و خانواده گرامی و ارجمند شما. خواهید بخشید هفته گذشته سفر بودیم و در حال همونطور که گفتم خدمتون قبلا در برنامه پیشتر، مشکلات خودشو سفر داره در کنار حسنهای بیشماری که سفر داره. با سپاس بسیار از شما، امیدوارم در آینده چون این اتفاقی نیفت. پیام بعدی رو میشنم. سلام و درود فراوان. پیغام من به آقای چالنگی هست. خواستم تشکر کنم به خاطر برنامه پرمحتوا و متنوعی که شما در طول هفته واسه ما اجرا میکنید. آقای چالنگی، طنز شما نسبت به اخبار بسیار بسیار زیبا. به روزهایی داریم میرسیم که طبق اخبار آخرهای روز این جمهوری منحوس اسلامی هست و اگه همچین برنامه پیش بیاد، ما برنامه زیبای شما به خصوص طنزی رو در مورد این آقای نشا میکنیم میخواهیم کرد. من از خداوند بهترین ها رو واسه شما و کلیه دستندرکاران این رسانه که واقعا باعث شادی و افتخار من ایرانی هست که 40 سال از ایران دور هستم و لذت میبرم بین رسانه از برنامه های شما. بازم میگم از خداوند بهترین ها رو واسه تون و سلامت رو واسه تون آرزو کنم. موفق باشید و به کار خودتون انشالله با نهایت سلامت پیدا کنید. سپاسگزار هستم از شما. منم آرزوهای مشابهی برای شما دارم، تندرستی و شادی روزافزون. سپاس بسیار از طرف همکارانم هم برای شما دوست عزیز در هر کجا که هستی. پیام بعدی رو خسته نباشین. برنامه ایران فردا. من از تهران زنگ میزنم، میخواستم با آقای چالنگی سلام عرض کنم و براشون پیام بذارم. انشالله که بهشون این پیام برسه. آقای چالنگی اولا خسته نباشید،
سلام عرض ارادت به خدمت شما. برنامه شما تفسیر خبر خیلی جالبه از دوشنبه تا جمعه و همه شما نگاه میکنید. بعد میخواستم یه نظریه بدم. روزه فکر کنم یه سه‌شنبه یا چهارشنبه بود که برنامه پشت سرتون بیتید و از پشت سرتون اون پنجره ما نگاه میکردیم که بحث میومد و خیلی خیلی جالب بود برای ما، خیلی قشنگ بود. میخواستم نظر بدم که هر موقع همچین منظره های زیبایی پیش اومد لطف کنید صندلیتون رو طوری قرار بدید که پشت سرتون کاملا پنجره باشه که ما هم برنامه شما رو گوش کنیم، هفته سخنان شما رو با همکارانتون اینا رو گوش کنیم، همونم که بتونیم اون منظره زیبا و اون قشنگی رو تماشا کنیم که سیر بشیم از منظره زیبا. ببخشید که آقای چلنگی وقتیتون رو گرفتیم، انشالله که سلامت باشید. مخصوصا این تفسیر خبر پنجشنبه هاتون هم خیلی قشنگه. انشالله که هر جا هستید سالم و سلامت باشید. به دیگر همکارانتون سلام برسونید و به آقای یادم رفت متاسفانه سلام برسونید به همه. خیلی خیلی ببخشید مزاحم وقتتون شدید. خدا نگهدار. اولا از طرف همکارانم بسیار سپاسگزارم از شما و چنین نیست، اصلا مزاحمتی نبود، خوشحال شدیم از پیام شما و پیشنهادتون رو سعی میکنیم حتما در جایی که باشه، البته در تهران به اندازه کافی برف است ولی منظور شما قطعا منظرهای بیرون بسیار پنجره است در جاهای دیگر که هست. حتی المقدور جایی باشه من امکانش باشه حتما پیشنهاد شما عمل خواهد شد. من یک پیام کتبی دریافت کردم از طریق ایمیل ایران فردا به دست من رسیده. من در یکی از برنامه اشتباه اسمی رو گفتم به جای حمید بقایی که معاون محمود احمدی نژاد بود اسم بهروز بقایی نازنین رو آوردم که از این بابت از بهروز عزیز هر کجا هست که به سلامت باشه پوزش میخوام. بهروز بقایی توضیح خواهم داد چه کسی که کی هستن. برای من نوشتن که آقای محمدی از تهران فرستادن برای من ایمیلی و این رو تصحیح کردن. بهروز بقایی از بازیگران تئاتر بود، انسان بسیار نازنینی که پیش از انقلاب من لبخند با شکوه آقای گیل رو از اون دیدم، بازی اون رو دیدم اگر درست بیادم باشه، کار کارگردانی آقای رکن‌الدین خسروی، نوشته آقای اکبر رادی، من نقدی هم نوشتم و بازی بهروز به یادم هست که بازی بسیار درخشانی بود در این نمایش. اشاره کنم که کار اصلی من نقد تئاتر بود پیش از انقلاب و کار بهروزم همچنان در ذهن من هست. پوزش دوباره از بهروز عزیز و سپاسگزاری از آقای محمدی که تصحیح کردن این اشتباه لفظی من. به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه رو تقدیم میکنم من و گروه تفسیر خبر به روان شاد کارگران معدن در آزادشهر، آنان که در معدن آزادشهر جان باختند، با آرزوی فردایی بهتر برای بازماندگان اونها و برای همه کارگران و زحمتکشان در ایران، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران، دنا، دراک، الوند، کوه، زگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران. روزگارتان خوش، تندرستی.